محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز جمعه با اشاره به اعتراضات اخیر به بیابی در اسمهان و چند نقطه دیگر کشور با از آن به سوء مدیریت در این حوزه گفت میخواهند مردم را مقابل هم قرار بدهند. یک سرزمین است و همه چیز آن هم متعلق به همه است. وی در سخنانی در میان گروهی از مردم استان زنجان گفت آب کم است ولی هست. مدیریت مصرف و توزیع آن نامناسب است. خوب مدیریت نمی کنند و بعد مردم را به جان هم می اندازند. این استان علیه آن استان، آن استان علیه این استان. فردا از استان پایین تر می رود و می شود این شهر علیه آن شهر. این روستا علیه آن روستا رئیس دولت های نهم و دهم جمهوری اسلامی از مسئولان خواست مردم را به جان هم نیندازند و گفت مردم بیچاره چه گناهی کردند که اسیر یک عده مدیران و مقامات شده ملت ایران گناه کردند که پای یک عده ایستادند. ملت ایران گناه کردند امیدواریم توجه کنند هیچ کس حق ندارد در جهت تفرقه و به جان هم انداختن مردم و مقابل هم قرار دادن مردم کاری انجام بدهد احمدی نژاد به اعتراض های مردمی آبان 98 که پس از گران شدن ناگهانی بهای فروش بنزین به وجود آمد نیز اشاره کرد و گفت تلاش کرد تا جلوی اعلام غیر کارشناسی افزایش قیمت بنزین و پیامدهای آن بر جامعه و اقتصاد را بگیرد و گفت معلوم بود که اعتراض می شود بیش از پیش بینی نکردن مسائل و زندگی مردم و مسائل اقتصادی توهین به مردم ناراحت کننده بود که تا روز چهارشنبه قبل از آن برای صد و میمار آمدند و گفتند قطعا تغییر نمی کند تکسیب می شود اینها حرف ضد انقلاب است و بعد یک دفعه نیمه شب بدون هیچ پیش و برنامه ریزی و طراحی آن را اجرا کردند محمود احمدی نژاد در انتقاد از عدم اجرای عدالت در جمهوری اسلامی گفت برخی افکارشان فاسد است نقشه باند فاسد امنیتی در حوادث آبان کم بود مردم که همدیگر را نکشتند چون مردم یک حرف داشتند چرا باید همدیگر را بکشند آن کسی که آمده و کشته و در صحنه نیست چه کسی است معلوم است که پشتیبانی اطلاعاتی و حمایت می شود که الان نیست وی اضافه کرد الان دو سال گذشته است شما شنیدید که بگویند یک پرونده تشکیل شده عوامل تیراندازی به مردم هم تحت تعقیب قرار گرفتند برای آن کسانی که مردم را شهید کردند پرونده تشکیل دادیم و قرار است که محاکمه شوند شما چنین چیزی را شنیدید ما که نشنیدیم اگر سری باشد دیگر من خبر ندارم مردم را علنی در خیابان کشتند رئیس جمهوری پیشین ایران در ادامه اظهارات خود به موضوع هسته نیز اشاره کرد و با انتقاد ضمنی از رویکرد کنونی نظام جمهوری اسلامی در برخورد با غرب گفت ما با سیاست های استعماری مخالف هستیم با ظلم، بیعدالتی، استعمار و استکبار مخالف هستیم ولی با منطق متاسفانه در این چند سال دوستی در دنیا برای ما باقی نمانده است این هم واکنش احمدی نژاد به مسائل اخیر خبرنگار شاغل در کشور اتریش در صفحه توییتر خود از سفر هیئت چهل نفر از ایران برای حضور در مذاکرات وین خبر داد او در ادامه نوشت در حال حاضر اتریش به دلیل شیوع جدیده بیماری کرونا در قرنطینه کامل است و تمام مغازه ها و بازارها بسته است. همچنین معصومه پورصادقی دبیر سیاسی و دیپلماسی روزنامه رسالت در توییتر خود نوشت طبق شنیده ها هیئت مذاکره کننده ایران در این دوره با سطح متفاوت و ممتازی اعزام شده که حاکی از یک ابتکار برای رسیدن به توافق خوب در کوتاه در این زمان است. معاون ارزی بانک مرکزی، معاون اقتصادی وزارت خارجه، معاون بینون وزارت اقتصاد، معاون حقوقی باخت در این مذاکرات حضور دارند. دیروز ظهر علی باغری کنی رئیس تیم هیئت مذاکره کننده ایران به وین رسید تا در هشت آزر ماه مذاکرات خود را با کشورهای اروپایی و آمریکایی برای توافق آغاز کند. نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در صفحه توییترش از برگزاری اولین نشست دو جانبی غیر رسمی طرفای برجام پیش از آغاز رسمی مذاکرات وین خبر داد. میخایل اولانیوف نماینده روسیه در سازمان بین المللی در وین در توییترش نوشت اولین نشست غیر رسمی دو جانبی در وین و جهت آمادگی برای از سرگیری رسمی مذاکرات احیای برجام در روز دوشنبه برگزار می شود. رسیدن به توافق در این زمینه به تلاش های قابل توجهی احتیاج خواهد داشت او همچنین درباره تیم مذاکره کننده ایران گفت ترکیب هیئت جدید ایران در مذاکرات وین بسیار تاثیرگذار است باید آن را گواه نیت جدی تعبیر کرد ولنیوف روز جمعه خبر داده بود نشست های غیر رسمی طرف های مذاکره کننده در وین جهت ایجاد آمادگی برای از سرگیری رسمی مذاکرات آخر هفته برگزار خواهد شد علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران به عنوان مذاکره کننده ارشد کشورمان وارد وین شد مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین که شش دور آن میان ایران و کشورهای عضو توافق هسته ای و با حضور هیئت آمریکا در محل مذاکرات تا ماه ژوئن یعنی خرداد برگزار شده بود پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به تعویق افتاد دولت آمریکا گفته است مسیر دیپلماتیک با ایران را برای حل و فصل موضوع هسته ای آن ترجیح می دهد و آمده است با حسن نیت و در راستای بازگشت دو جانبه با ایران به پایبندی کامل به توافق هسته ای به مذاکرات وین بازگردد. آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 2018 از توافق خارج شد و ضمن بازگرداندن تحریم های لغو شده تحریم های جدیدی نیز بر ایران اعمال کرد این هم مذاکرات یا همان سفر تفریحی خانوادگی به اروپا چه نفر از ایران به مذاکرات وین آمدند دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار